دوستان و بینندگان عزیز، وطندارای خوب ما، بند ملت کتسنگ یا ملت افغانستان تقریبا از 3 ماه به این طرف توسط کارگرای ما داخل منطقه، توسط کسایی که باشنده منطقه هستند، با توانمندی بشری خود اینجا کار را در روزهای بسیار سرد زمستان، در روزهای ماه رمضان با شکم خالی تا هنوز به وجه بسیار خوب پیش برده و ما از خداوند شاکر هستیم که تا هنوز را ما کدام حادثه ای را در این کارهایی که چون توسط انفجارات و همچنان سنگ لول دادن و سنگ شکستاندن میشه ما نداشتیم. از بازم امید است که انشالله در این قسمت از احتیاطی بسیار کامل و خوب باید کارگرای ما کار بگیره که مسائل امنی و مسائل احتیاط به حد اکثرش در نظر بگیرن. این بازم جای شکر است. و در این زمین دوستای بسیار خوب ما و عزیزایی که ما را میبینن، واقعا از این کاری که مردم کتسنگ با مو زور بازوی خود، با مو توانمندی و که خداوند برش داده، این یک کاری بزرگ و کاری بسیار نیک را انجام دادن که واقعا این مایه دلگرمی برای تمام هموطنهای ما شده که از ساحات مختلف دنیا هر روز برای ما کمین میتا که اینی کار است، اینی طور مردم در خانه نمیشینن، در پیتاو نمیشینن، در میدانهای ورزشی نمیشینن، میای صبح تا شام کار میکنه. واقعا این مردم قابل قدر است، قابل ستایش است. دیگه با مو لباس خود، با مو افزار کار خود هر روز در سر کار حاضر میشه، در اینجا در مقابل دوربینا و در مقابل رسانه گپ میزنه. دیگه اگر میگه که ما را دوستایی که میبینن کمک کردم خورد خوب، اگر نکردنم گپ ندارم. ما از اونها خوش هستیم که حداقل اگر چند دقیقه را کار ما را نظارت میکنه، کار ما را میبینه از طریق پرده تلویزیون ها، از طریق پرده موبایل های خود، امی هم برای ما کافی است. و در این زمین برای تمام دوستا و بیننده های خود بگویم که واقعا از اینجا آب زمستانی که عبور میکنه، ضایع میشه، از منطقه خارج میشه، این امو احساسات مردم را به اندازه برانگیخته که در تابستان ها اینجا حتی آب گنجشک و مرغا پیدا نمیشه. چطور ما نتانیم در این اصل زمانی که دنیا به کجا رسیده ما بازم بشینیم که آب ما از دست ما بره و درخت ما خوش شود؟ دیگه ما آب گفته همیشه باید در کنج کنج دنیا به خاطر غریبی کردن، به خاطر یک لومنان پیدا کردن بگردیم، ولی این سرمایه خوب ما، این سرمایه بسیار خدادادی ما که از پیش خانه ما رد میشه، از پالوی ما رد میشه، ایره ما از دست بتیم و فقط منتظر کمکای بیگانا باشیم که اونا یک چند خلطه آرد گنده و فاسیده برای ما رایی کنه. نه، ما دیگه تلاش کردیم، امیر همت به خود را دادیم، امیر غیرت به خود را دادیم که ما منتظر کمکای دیگران نمیشینیم، فقط خود ما میاییم خیر برای 1 سال، 2 سال، 5 سال انشالله بند خود به هر ارتفاعی که توان ما برسه بالا میبریم، آب ما ضایع نشوه، ما بتانیم که منطقه خود سرسبز کنیم، درخت خود پس دوباره احیا کنیم، زمینای خود پس دوباره کشت کنیم، همزو نزدیک خانه و از قریه خود یک لومنان برای خود پیدا کنیم. در این زمین بسیار کسایی بوده که واقعا همزی کار ما، همزی برنامه ما واقعا تقدیر کرده، از جمله برادری بسیار خوب ما از کانادا آصف سکندری، اونا سالهای متمادی را در ملل متحد کار کردن. همیشه گپ شمیست که کار شما واقعا در کل دنیا، بدون از اینکه کدام حکومتی بیای شما را راهنمایی کنه، بدون از اینکه کدام نهادی بیای راهنمایی کنه، این کار که شما خودتان پیش میبرید واقعا قابل قدر است. ما در زمینه حتما تلاش ما ایست که شما را بازم بتانیم همکاری کنیم و ما از او آدم یک جهان سپاسگزار هستیم که خرج نان چاشت کارگرای ما را اونا وعده شدن که اولین کمکش مبلغ 25274 افغانی برای ما رسیده که ما به خیر سر از دیروز ما برای کارگرای خود نان چاشت تهیه کردیم که انشاءالله در آینده هم به خیر امو ویدیو تمام گپایش خدمت سکندری صاحب و دوستایی که ما رو میبینن ارائه خواهد شد.
در این زمین تشکر میکنیم از تمام کسایی که تا حالا کمک‌های نقدیشان برای ما رسیده، جمله صدیقه ادیب مساوی مبلغ 9000 افغانی را از انگلیس برای ما کمک کردن، خداوند خیر بده. همچنان مادر یوسف جان از سویدن از منطقه قریه تاگ و تیلوم مبلغ 15000 اونا برای ما کمک کردن، خداوند اموتایش رحمت کنه. همچنان برادر بسیار خوبی ما که کمکاش در سراسر جاغوری رسیده، فیض الله محمدی از چلباختوی اوقی مبلغ 10000 افغانی را اونا کمک کردن، و همچنان آجی صاحب علی جان حیدری از سید آمد مبلغ 10000 افغانی را اونا کمک کردن، همچنان کربلایی صاحب اکرم از داخل خود منطقه 28400 افغانی را اونا قبلا کمک کرده بود، همچنان نادر یعقوبی از کابل مبلغ 2000 افغانی به ما کمک کرده که همین کمک های دوستا قبلا برای ما رسیده، ما از او بوتی سیفتی خریدیم، مواد انفجاری خریدیم، برمه و سرپل و همچنان راد و بعضی چیزهایی که ضرورت در اینجا بوده خریداری شده، دیسکش خریداری شده. امیر قم یک آدمی دیگه بازم ما رو وعده شده انشالله و تعالی از ناروی که اونا شاید در آینده برای ما کمک های جنسی از قبیل جبل و مارتول و ماشینی برمه و همچنان دیسکش های بهتر و خوبتر را اونا از طریق یک مؤسسه خارجی برای ما روان کنه. همچنان بازم تشکری میکنیم از برادر خوبی ما به نام صمیم حسینی که خود نگفتن که قریه خود از نزدیک کتسنگ هستیم، از نزدیک کتسنگ و سنگ ماشک اونا یک رس گوسفند برای ما وعده شدن که همون گوسفند نرخش تعیین شده که به 16000 افغانی سنه 16000 افغانی همراه صاحبش اونا بخیر. دمی روزای نزدیک ویدیوش برای برادر ما میرسه که او گوسفندش آورده میشه، ویدیوش گرفته میشه، برای کارگرها گفته که به قسم یک نظر اینا را شما خمبخشی کنید که در آینده همینجا کدام کارگر خدای نخواسته اوگار نشه، همچنان یک شب برای اولادای از اینا یک شرواگگی شوه که ما به حق اموات از این آدم دعا میکنیم، خداوند اموتایش رحمت کنه. همچنان مبلغ 15000 افغانی از طرف مهدی شفایی قبلا رسیده در دسترس ما قرار گرفته که خداوند از ماتای از نار رحمت کنه. و بازم امروز کمک های نوی که بر ما رسیده ای است که مبلغ 34000 افغانی از طرف حاجی صاحب نادر سلیمانی همراه لال محمد سلیمانی از داخل خود قریه از کشور استرالیا اونا رسیده که ما او را در خدمت خزانه‌دار بند تقدیم خواهیم کرد. و همچنان مبلغ 15000 افغانی از طرف نعمت جان قاسمی هم از داخل قریه از نروژ رسیده که او هم بخیر امروز ما به خزانه‌دار بند او را تسلیم خواهیم کرد. در پالوی زیت مبلغ 10000 کلدار که معادل 3560 افغانی که او ما معادل 3600 افغانی تقدیم خواهد کردیم از طرف حاجی احد برادر ما از کویته رسیده که در مجموع برای تمام امواتایی که دوستا ما را کمک کردن به ختم یک صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد.